هایی که هم داده که من میفهمم یعنی ما بایستی حماس رو از بین ببریم و از نظر نظامی این رو شکست بدیم و باید نداشته باشه، یعنی چیزی به اسم حماس نباید وجود داشته باشه. این ریشه داره در اون فرهنگ استراتژیک مال اسرائیل. فرهنگ استراتژیکش اینه که در بیشتر موارد سعی میکنه که با زور و با استفاده از نیروی نظامی به اهداف خودش برسه. البته تنها کشوری در دنیا نیست، ولی این فرهنگشه. تاریخش طولانی، از اون ابتدای ظهور کشوری به اسم اسرائیل و جنگ هایی که با عرب داشته و تا جنگ 1973 لبنان و غیره زاله، همش از نیروی نظامی است. این همین برداشت رو در مورد ایران هم مرتب استفاده میکنه به تهدید. اینها رو به حساب پشتیبانی از جمهوری اسلامی نذارید. من دارم در مورد این فرهنگ استراتژیک اسرائیل دارم صحبت میکنم که باید ما حماس از بین ببریم. خب حماس رو از بین بردی، امام این رو نابود کردید. خب یه حماس دیگری با یه اسم دیگری دوباره سر پید بیرون میاره و با شما مبارزه میکنه. وقتی که شما راه حل سیاسی در پیش نباشه، هیچ آیندهی نباشه، این همه کسان از حماس دارن با اسرائیل می جنگن، فکر میکنید که این فاجعه ای رو به بار آوردن برای اسرائیل، اینها بدون به حساب تنبیه و بدون واکنش سفت و سخت اسرائیل مواجه خواهند شد؟ این رو به خوبی میدونن، ولی چیزی برای از دست دادن ندارن. وقتی شما در اون محیط غزه زندگی میکنید و هیچ راه حلی جلوی خودتون نمیبینید، 2.3 میلیون نفر مردم در اونجا زندگی میکنن، بازم تکرار میکنم تو اون زندان آزاد، بنابراین اینا با دست به هر کاری میزنن. یعنی اگر در نهایت، این رو باید تأکید بکنم، در پایان کار بعد از لطوپار شدن اینا، اگر اینها بخوان ادعای پیروزی بکنند، یعنی حماس بخواد، اگه بسنونیم اسمشو پیروزی بذاریم با این حمله ای رو که علیه اسرائیل انجام داده، این یک پیروزیه با تحمل صدمات و ضایعات بسیار زیاد خواهد بود. یعنی پیریک ویکتوری، یعنی وقتی هزینه رو در مقابل فایده میذارید، این تفاوتش وحشتناکه. این رو حماس میدونه، ولی از روی ناچاری دست به این کار میزنه. حالا اگه جمهوری اسلامی هم تشویقش کرده که انگیزه هم داره تشویقش بکنه دست به این کار بزنه و این کار رو میکنه، بازم من برمیگردم به اون نقطه اصلی، استفاده از نیروی نظامی، تسلیم کردن، خرد و خمیر کردن، لت و پار کردن طرف مقابل. اگر پشتش راه حل سیاسی نباشه، این آتش زیر خاکستر خواهد بود، دوباره از یک جای دیگری عود خواهد کرد.